سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو دوم آموزش ساز کالیمبا. توی این ویدیو قرار اول به سوالای شما جواب بدم، بعد انواع اقسام کالیمبا ها رو با هم مقایسه بکنم از نظر صدا، یه نگاهی به قیمت های کالیمبا ها بندازیم و با هم مقایسه بکنیم و بعد از اون میریم سراغ نوت ها، آموزش نوت ها، ضرب زدن، نوت خوندن و انتقال اون روی ساز کالیمبا و خوندن تبلچر، یعنی تبلچر کالیمبا رو با هم دیگه بررسی میکنیم و انتهای ویدیو هم با هم دیگه تمرین خیلی خوبی رو انجام میدیم. خب اولش بریم سراغ بررسی صداهای انواع اقسام کالیمبا، چون از من خیلی پرسیده بودید که کدوم مدل کالیمبا جکو رو من تهیه بکنم. برای همین من یک ویدیویی درست کردم و صداهای کالیمبای مختلف رو با هم دیگه مقایسه کردم. اولین کالیمبایی که بررسی می‌کنیم K17CA هستش که همین کالیمبای خودمه. چوب کامفور داره و رنگش هم طبیعی و ماته. چوب کامفور یا همون کافور، مشخصش اینجا نوشتیم، مال بومی آسیای جنوب شرقی هستش. صداش رو با هم دیگه بشنویم. کالیمبای بعدی K17K هستش که از چوب عقاقیا ساخته شده و رنگ طبیعی چوب ولی فرنیش شده یا همون روغنکاری شده است. چوبش هم عقاقیا، مشخص اینجا نوشتیم درخت بومی آمریکای شمالی هستش در واقع. اما صداش این مدل که 17CAS هستش که این هم چوبش کامفور مثل مدل CA، اما تفاوتش توی ساخت بدنشه که شکلش متفاوته و سوراخ صدایی هم نداره. این مدل K17M هستش که جنس چوبش ماهوگانیه یا ماهاگونی تو زبان فارسی بهش میگن. یکی از چوبای فوق‌العاده خوب برای ساخت سازه و به نسبت قیمتش هم بیشتره. در ارتباط چوب ماهاگونی اطلاعاتی هم گذاشتم که بعد از این کالیمبا میتونیم ببینیمش. مدل کالیمبای MCS هم از جنس کرولی میپل هست چوبش، یعنی افرای فرفری، که این هم جنس صدای خیلی خوبی رو به ما میده. مدل K17BA از چوب بامبو ساخته شده یا همون خیزران خودمون. مدل K15CAP که از چوب کافور ساخته شده، اما تفاوت این با بقیه اینه که 15 تا تیغه داره و سولکوک هستش و یه تفاوت دیگرش هم باز نداشتن سوراخ‌های صداییه.
و آخرین مدل، مدل K17 نوت هستش که دو ماژور کوک شده. تفاوت اصلیش تیغای یک درمیونشه که به سمت بالا آوردن و این باعث میشه که یک مقدار نوازندگی باش راحت تر باشه، چون میتونید نوتای دیز و بمول رو روی اینا سوار بکنید و مثل کلاویه پیانو دیده بشه. خب بچه ها، این ویدیو رو دیدید، با هم دیگه بریم یک نگاهی به قیمتاش بندازیم. از من خیلیاتون پرسیدید که ما از کجا میتونیم کالیمبا رو تهیه بکنیم. خب ببینید بچه ها، این ساز خیلی جا موجوده، توی سایت دیجیکالا هست، توی سایت های خرید و فروش آنلاین موسیقی هست، یعنی حتی شما توی گوگل سرچ بکنید خرید کالیمبا یا قیمت کالیمبا اما اقسامش رو میاره. اما خب بهترین مدلش رو همونجوری که بررسی کردیم، مدل های جکو از نظر قیمت و صدا بهتر از بقیه مدل های موجود هستن. بریم یه نگاه به قیمت هاشون توی سایت دیجیکالا بندازیم و بعد برگردیم با همدیگه یک نتیجه گیری کلی بکنیم. یه نگاه اجمالی اگر به قیمت ها بندازیم، میبینیم که هلوش قیمت ها تقریبا یکسان هستش، بین 800 تومن تا 1 میلیون تومن تلورانس داره. و اگر بخوایم بهترین ها رو از این ساز انتخاب بکنیم با توجه به قیمتش و ویدیویی هم که دیدیم و صداشون شنیدیم، من خودم مدل K17M، K17K و K17CA رو انتخاب میکنم که هم از نظر قیمت بصرفن هم از نظر صدا و جنس چوبشون. مدل رمیدو، کالیمبا رمیدو رو هم اینجا من گذاشتم که مدل ایرانی این ساز هستش و من با این ساز نوازندگی کردم. خیلی خیلی صدای بد و بیکیفیتی داره، تیغاش فوق العاده بیکیفیتن، یعنی شما 400 تومن پولتون رو عملا میرزی دور و اصلا صدای کالیمبا ازش در نمیاد. مدل مینل هم که اینجا گذاشتم فوق العاده گرونه، اینجا من قیمتش رو پیدا نکردم ولی قیمتش بالای 2 میلیون تومن، فهم کنم 2.5 تا 3 میلیون تومن باشه، اما طبیعتا صدای خیلی خوبی داره ولی تیغاش هم کلن کمتر از کالیمبای 17 نوتی هستش و برای همین به صرف ترین همین مدل هایی که بهتون گفتم. اگه قصد خرید حضوری این ساز رو هم داریم، بهتر اینجا برای خریدش میدون بهارستان تهرانه که من آدرسش رو اینجا گذاشتم. مترو بهارستان رو که پیاده میشین به سمت پایین، خیابون مصطفی خمینی، دو طرف خیابون پر از ساز فروشه قدیمیه که تقریبا میشه گفت همشون این ساز رو دارن و اینکه با قیمت خیلی مناسب تر از دیجیکالا یا سایت های فروش آنلاین میتونید تهیهش بکنید. خیلی خب، بریم سراغ نوت خونی. اولین چیزی که شما توی موسیقی باید یاد بگیرید، حالا اگر ساز دیگه ای نمیزنید و ساز تخصصی دیگه ای ندارید و مستقیما میخواین کالیمبا رو یاد بگیرید، بهتره که یه کوچولو پایه تئوری موسیقی رو بلد باشید، اونم شامل نوت خونی و ریتم خوانی هستش. اول بریم سراغ نوت ها. بچه ها، ویژگی های اصلی صوت موسیقایی: زیرایی، دیرند، شدت و رنگ صوتی یا تون کالر هستش که ویژگی های سه تا ویژگی اول رو ما با یک سری علائم که بهش میگیم نوت نشون میدیم. بریم سراغ ویژگی اول یا زیرایی. زیر یا بم بودن یه صدا، صدایی که تیزتره، صدایی که بمتره یا اصطلاحا کلوفتره، این میشه ویژگی اول که ما این رو با خطوط حامل نشون میدیم. خطوط حامل اگر بخوام تاریخش رو بگم خیلی مفصله، بر همین من اینجا نمیگم. کسایی که علاقه دارن تئوری موسیقی رو خیلی بهتر و کاملتر بخونن، بچه ها یه سری کتاب هست، کتاب تئوری موسیقی پرویز منصوری یا کتاب تئوری موسیقی کمال پورتوراب، اینا رو میتونید تهیه بکنید بخونید، کامل راجبه نوت ها، خطوط حامل و گذشته نوت ها نوشته. اگر خیلی زیاد علاقه دارید به اینکه راجع موسیقی بیشتر بخونید، من این کتاب رو هم میتونم بهتون معرفی کنم، کتاب درک و دریافت موسیقی راجر کیمین هستش، فوق العاده کتاب کاملیه. خب بریم سراغ ادامه تئوری موسیقیمون. بچه روی خطوط حامل ما این زیر یا بم بودن صدا رو نشون میدیم. اگر یادتون باشه توی ویدیو اول من دو ره می فا سول لا سی یا الفبای موسیقی رو بهتون معرفی کردم، اون نوت های موسیقی رو ما میتونیم روی خطوط حامل سوار بکنیم با استفاده از کلید، که حالا این کلید هم داستان
مفصلی داره. ما فعلا سر کارمون یا در واقع توی ساز کالیمبا کلا با کلید سول هستش، که این کلید سول از روی خط دوم شروع میشه و به ما میگه که اسم این خط سول هستش و بقیه نوت‌ها رو بر اساس این میچینیم. خب اگر این سول باشه، به همین ترتیب که من توی این عکس نشون میدم، جای نوت‌های دیگه به این صورت روی خطوط حامل قرار میگیره. بهتره که شما این جاها رو با هم یاد بگیرید که بدونید هر خط حامل و بین خطوط چه اسمی دارن و به همین ترتیب دوره میفا سولا سی دو تا بالا اینو یاد بگیرین. به این میرسیم که هر کدوم از این نوت ها کجای ساز کالیمبا قرار دارن. همینطور که میبینید یک سری نوت روی خط حامل و یک سری نوت بین دو تا خط حامل قرار دارن که هر کدوم اسمای متفاوتی داره. اگر بالاتر و پایینتر از خط حامل اما بخوایم نوت گذاری بکنیم، از خطوط کمکی استفاده میکنیم که اینجا براتون عکسش رو میذارم. اما بریم سراغ ویژگی دوم یا دیرند یا همون زمانه. حالا هر صوت موسیقایی که زیر یا بمه میتونه یک در واقع مدت زمانی شنیده بشه که این مدت زمان رو در واقع بهش میگن دیرند. به این صورت هم نشون میدن که هر نوت رو میان شکلای متفاوتی براش در نظر میگیرن، مثل نوت گرد، نوت سفید، نوت سیاه، نوت چنگ، دولا چنگ، سلا چنگ و چارلا چنگ، که بیشتر در واقع استفاده ما تو همون نوت دولا چنگ هستش، مخصوصا توی ساز کالیمبا. هر کدوم از این نوت ها زمان به خصوص خودشون رو دارن و بر اساس اون در نظر میگیریم. این به این شکل نگاه بکنید، نوت گرد نوت واحد ماست که زمانش برابر دو تا نوت سفیده، هر نوت سفید برابر دو تا نوت سیاه، هر نوت سیاه برابر دو تا نوت چنگ، هر نوت چنگ دو تا نوت دولا چنگ و به همین ترتیب تا نوت چارلا چنگ. حالا اگر ما بیایم به نوت در واقع گرد چهار ضرب بدیم. حالا ضرب چیه؟ ضرب به این معنیه که حالا ما ضرب رو معمولا با پا میزنیم، اینجا با دست بهتون نشون میدم. پا وقتی بالا میره پایین و میاد بالا میشه یک ضرب، یک ضرب پا، رفت و برگشت پا و بعد پا بالا میمونه. پس به این حرکت رفت و برگشتی میگن ضرب پا یا ضرب، یک ضرب. اگه این که به نوت گرد چهار ضرب بدیم، معنیش اینه که یک دو سه چهار تا چهار انگار ما میشماریم و صدای این نوت باقی میمونه و به همین ترتیب نوت سفید میشه دو ضرب، سیاه یک ضرب، چنگ نیم ضرب، دولا چنگ یک چهارم ضرب و همجوری تا پایین. پس ما اگر بخوایم نوت سیاه بزنیم یعنی یک ضرب، میگیم دو تموم میشه. نوت سفید که دو ضربه، دو دو ضرب. نوت گرد چهار ضربه، دو چهار ضرب، ما باید صدا رو نگه داریم. حالا نوت چنگ که نیم ضربه به چه صورته؟ یعنی تو هر رفت و برگشت ما دو بار نوت، یعنی همینقدر میشه، دو، همین نصف نیم ضربه دیگه. و معمولا نوت چنگ دو تا کنار هم میاد، دو تا یا چهار تا به این صورت، که یعنی میگیم دو 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 دو، یعنی توی یک ضربه پا انگار دو بار اون نوت رو میگیم. نوت دولا چنگ در واقع همینقدر میشه، دو دو، نصف نیم ضرب پا، یک چهارم ضرب در واقع میشه، که معمولا نوت چنگ هم چهارتایی، نوت دولا چنگ هم بیشتر چهارتایی کنار هم میاد. یعنی ما توی یک ضرب اگر چهارتا نوت دولا چنگ داشته باشیم به این صورت میخونیم، دو 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 دو، توی رفتش دوتا دو دو، تو برگشتش دوتا دو 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 دو. حالا یه تمرینی با هم داشته باشیم اینجا که این نوت ها رو کنار هم بخوایم بذاریم. فرض بکنیم که این نوت ها به این صورت، نوت سیاه، چنگ، دولا چنگ رو کنار هم چیدیم و اینجوری میخونیمش، دو 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 دو. به این ترتیب این تمرین رو ما اینجا داشتیم که در واقع فقط ریتم خوانی کردیم. حالا بریم سراغ تبلچر در واقع کالیمبا، ببینیم تبلچر کالیمبا به چه صورته. تبلچر کلن ساده شده یه نوته، یعنی در واقع میاد اون زیرایی رو ازش میگیره و فقط ریتم رو از شما میخواد که انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی که به جایی که خطوط حامل رو شما حفظ کنید که دوره میفا سورسی کجاش قرار داره، تبلچر میاد اونو به شما راحت میده. توی کالیمبا میاد قشنگ تیغای ساز کالیمبا رو میکشه و میگه که اینا رو بزنید اما انقدر ضرب، یعنی این تیغه رو بزنید انقدر ضرب، این تیغه رو بزنید انقدر ضرب. توی سازهای دیگه مثل گیتار مثلا میاد
به جای اینکه شما یاد بگیرید کدوم پرده کدوم نوت میشه، میاد به شما شماره پرده رو میده، میگه مثلا سیم یک پرده چهارم رو بگیر دو ضرب. حالا اینجا تبلچر کالیمبا رو من براتون میذارم با هم دیگه بررسیش بکنیم. همونجوری که میبینید تیغه وسطی از همه بلندتره که همون تیغه وسط کالیمبا نوت دو، و به همین طریقی که اون دفعه توی ویدیو قبلی بهتون گفتم سمت چپش میشه ر، سمت راستش می، فا، سول، لا، سی. همینجوری به این ترتیب یه دونه چپ یه دونه راست. خب قدم بعدی بریم، میریم جلوتر، میبینیم که دو تا نوت گذاشته، یعنی میگه تیغه دو و تیغه سول رو با هم دیگه همزمان باید بزنین. چقدر ضرب به در واقع میایم سمت چپ نگاه میکنیم که این نوت نوت سیاهه، یعنی تو نوتایی که الان با هم بررسی کردیم نوت سیاهه، نوت سیاه یک ضرب بود، پس ما این دو تا تیغه رو با هم میزنیم و یک ضرب صبر میکنیم، کار دو سول رو با هم دو یک ضرب. بعد میریم سراغ نوت بعدی که نوت می هست، می رو دنبالش رو دست چپ نگاه میکنیم، میبینیم چنگه. نوت می تیغه چندم از سمت چپ میشه، یک دو سه چهار پنج، تیغه پنجم از سمت چپ. و بعد از نوت می نوت دو اومده که با هم دیگه نیم ضرب فاصله دارن، چون هر دوشون چنگه به هم با یه پرچم وصلشون کرده، که میشه در واقع به این صورت میشه می دو، تو یک نیم ضرب می و بعد تو برگشتش دو، می دو. و بعد میریم دوتا نوت بعدی که ما گفته نوت ر و نوت ری در واقع اکتاوش این ور هستش. این تبله چر در واقع کالیمبا خیلی راحته، به شما میگه کدوم تیغه ها رو، فقط شما کافیه که این ضربه رو حفظ کنید که هر ضربی چند هر شکلی در واقع هر شکل نوتی چند ضرب صداش باقی میمونه، که اینجا ما نوت سیاهو داریم، چنگو داریم. جلوتر وسط های این تبلچه در واقع ما این خطی میبینیم که دوتا نوت رو با هم وصل کرده، حالت کمونه، این بهش میگن خط اتحاد. معنیش اینه که ضرب های نوت های بعدی هم در واقع میدیم به همین نوت های پایینی، یعنی اون دو وصلی که اونجا نوشته شده به جای که یک ضرب سیاه ما اینو اجرا کنیم دو ضرب سیاه، یعنی این ضرب نوت های بعدی هم میگیرن، یعنی اون رو میخونیم دو ضرب صبر میکنیم و دیگه نکته دیگه ای نداره. انتهاش هم که سکوته، سکوت ها هم دقیقا مثل نوت هان، با این تفاوت که ما توی اون مدت زمان سکوت میکنیم و هیچ صدای از ساز در نمیاریم. این سکوت سیاه، بقیه سکوت ها هم اینجا من براتون میذارم که هر کدوم چند ضرب هستن، سکوت سیاه، سکوت چنگ، سکوت دولا چنگ، سکوت سفید و چنگ و گرد، و همه اینا در واقع اینجا توی این جدول گذاشتم. یه تبلچر دیگه با هم ببینیم. توی این تبلچر بچه ها اگر دقت بکنید نوت میانیش که تیغه واسه همه بلندتر هستش سی رو نوشته، این مال کالیمبایی که سی کوک شده و اگر ناکنین فاها رو هم دیز کوک کرده. این برای کالیمبایی که یعنی وقتی شما اگر بخواید با این تبلچر کار بکنید باید کوک سازتون رو عوض بکنید. تغییر کوک هم من توی ویدیو اول بهتون گفتم که به چه صورته، با چکش تیغه رو کوتاه و بلند می‌کنید و به این کوک می‌رسید. اینا به همین ترتیبه، با این تفاوت که می‌بینیم نوت گرد داره، نوت سفید داره، سیاه داره، چنگ داره و نوت‌های دیگه، که همونقدر باید ما اون توش ضرب‌ها رو در واقع رعایت بکنیم. حالا بریم با هم دیگه یک تمرین جذاب انجام بدیم که از نوت سیاه، چنگ و دولا چنگ توش استفاده شده و با انجام این تمرین دیگه قشنگ شما این نوت‌ها رو می‌تونید روی کالیمبا یاد بگیرید. Thank you.
خب بچه ها، امیدوارم که به همه سوالاتون جواب داده باشم. اگر باز سوالی بود همینجا میتونید کامنت بذارید یا توی پیج اینستاگرامم به من دایرکت بدید و من بازینا رو جمع میکنم، حالا یا همونجا بهتون جواب میدم یا در قالب یک ویدیو دیگه بهتون جواب خواهم داد. اگر کانال ما رو دوست دارید لطفا سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو بزنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.